لایه اتحاد دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تمویل مالی تروریسم که ایراداتی رو شورای نگهبان داشت. من از ایراداتی که در واقع قبلا گرفته شده است در جریان هستید که مجلس محترم جلساتی رو داشت و این شروطی رو که عنوان ماده واحده در ابتدای این مصوبه داشتن این شروط رو تغییرات متعددی رو انجام دادن برای تعمیل نظر شورای نگهبان. اگر خاطرتون باشه در ماده فکر میکنم 24 کنوانسیون که بعد در یکی از بندهای ماده واحده اشاره شده بود ارجاد داوری یا دیمان دادگستری بین‌المللی رو کنوانسیون اجازه داده بود که دولت‌ها با تمرکز و شرط در واقع نسبت به اون یک رزروشن داشته باشن. در مصوبه اول و در ماده واحده که اومده بود فقط ارجاد داوری به جمله ذکر شده بود و دیمان بین‌المللی دادگستری در اون ذکر نشده بود که این ایراد از سیوشان یکان اعلام شد، مجلس محترم اصلاح کرد و این ایران مطرح شد. یک بند هم گمان اگر خاطرتون باشه تبصره در ماده واحده در اون حق شرطهایی که لحاظ کرده بودن اضافه شده بود. اون موقع ذکر کرده بودن که دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی فکره می تواند سند الحاق رو نزد امین اسناد تولید کنه. سوالی بود که اولا در اسناد فکره لیست سیاه نداریم دولت ها بگیرن هم کاره و اینکه حالا چنین مطلبی هم که اومده است به نوعی اشکال رو ایجاد میکنه در الحاق مجلس این گونه اصلاح کرد دولت موظف از 6 ماه پس از تولی سند اعلام کنوانسیون از امین اسنا وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی ویژه مسائل خارج شده اصلی جمهوری اسلامی ایران از لیست دوباره بگیرد همکار رو ارزیابی کرده و در صورت تعلل به عدم اقدام اعضای گروه عضویت در کنوانسیون رو تجدید اعلام کنه.